و نشون میده که از نظر روحی و ذهنی آمادگی بالایی داره. بعد از اون هم دوانده آبی باتیرمورزایف کشتیر قزاقستان کشتیر در مسابقه دیرکوفسکی موفق شده مدال برنز بگیره و با گام های سنگین برای کشک میشه این کشتیر مورزایف باتیرمورزایف با دوانده آبی امیر حسین زاره در اول کشورمون با دوانده قرمز به چپ تصویر شما دارم مشاهده میفرمایید. امیر حسین زاره ملی که در 4 سال بیشتر نوجوانان کشتی میگرفت قهرمان جهان شد. 2019 در امیدها با 19 فاصل اومد قهرمان امیدهای جهان شد. در فینال حریف اون روز 10 فاصله شکست داد و زنگ و خطا رو برای همه بزرگان کشتی زنگی بعد به صدا در اون در المپیک مدال برنز گرفت. پایگی باخت در مقابل گرافت توی شوینی و در مسابقات اسلو موفق شد با توجه اینکه رقباش هم بودن میگرن به توی شوینی و تا آگور رو شکست داد و موفق شد قهرمان بشه. در مقابل این کشتی چه خواهد کرد بعدش یه چیزی در حدود 110 کیلو هست، نیازی هم نداره که و اضافه وزن کنه وزن رو بیشتر کنه و به خاطر اینکه چالاکی و انعطاف بدنش تحلیل میره و به همین خاطری که رو همون وقت خودش رو نیک برداشته به زیاد سعی میکنه که چاق نشه و سنگین نشه که مثلا بشه 125 کیلو نمیتونه درگیر دوام کنه. به دنبال کار کردن دستا رو دستان هم یه کار میکنه و سعی میکنه شرایط برای ویدیوی ناب خودش مهیا کنه، یه قوس زیبا تکنیکی تا دارن حریف رو به هم میزنه. این قوسا به دنبال اون میتونه دستگیری کف میزنه تا اینکه بتونه قدرت بدنی بالایی داره مرزایا فقط سعی میکنه که با فرمول بالا از اون امتیاز بگیره، بالا رو خوبی اجرا میکنه، تندر رو بسیار خوبی اجرا میکنه، یه تندر اجرا میکنه که موفق نمیدونه تندر رو بزنه داور مثلا 2 امتیاز برای اون در نظر میگیره اما میره تا اینکه خاک کنه مرزایاف وقتی مرزایاف خاکی میکنه و دو بسته بارده سگک میکنه بدون بار در بدون بار سگک میره برای اینجا پنه بارانداز بارده سمت راست نشون در سمت چپ حالا سم کنه از بزنه و چپ رو نشون راست در داره اصمده بخاره دو بارانداز پیدا به اجرا میکنه به کشگیر ما و به بارانداز بعدی رو سر اجرا کنه که دو بعدی خارج شده بود به داره من امتیاز نداره 8 امتیاز میگیره 8 امتیاز میگیره و دو امتیاز بعدی رو میدن به اون رو سود دفعه بالاخره بهش دادن امتیاز میزبانی هست 8-0 و حالا اعتراض داره فکر میکنه 10-0 برنده شده و به اومدیش میگه که تقاضی چلنج کن و حالا تقاضی چلنج کن نمیدونم به چه چیزی رو کن تقاضی چلنج کنن یه خاک از 2 امتیاز و به دنبال اون 3 بارانداز که اون 3 باراندازش هم 6 امتیاز میشه 8 امتیاز 3 تا 6 تا اون 2 تا خاک یه حالا با حرکت اثر ببینیم اینجا یه لحظه موفق شد نظرش اینجا 4 امتیازی بوده این 4 امتیاز واقعا نداشت 2 امتیازی که بدن دیگه این خاک این امتیاز نداره اون 2 امتیازی که برای اجرای فن بدن در ادامه کار از این خاک امتیاز نداره نظرش این بوده که این خاک هم 2 امتیاز داشته اونم 2 امتیاز وسط دو بارانداز داره بارانداز یه 3 تا بود یکی از چپ و نشون داد راست و زد اینجا ببینید این بارانداز اجرا کرد بعد از اون بارانداز دیگر از سمت چپ زد یه بارانداز هم اینجا حالا میزنه که داور افتاده رفتن بیرون ببینید مجدی فن سرش رفت بیرون از روشنگ مجدی فن وقتی سرش از روشنگ بره بیرون دیگه فن اعتبار نداره اما دادن این هم 3 تا 2 تا 6 تا 1 2 تا داشت نظرش اینه که دست هم چه کنگر دیدن دار دوچاره بشار اومد و آرنجش باتون هست که به خاطر آسیب دیدیش در حوج آمادگی نیست به واضح هم مهم نیست تورنمنت هست آره اون 8 امتیازش که درست هست بعد اعتراض کردم حالا باید یه اقرار میکنه و خاک میکنه علیه خودشو خاک میکنه حالا دو امتیاز باید بدن قبل از سود خاک کرد اون بهش دوشک وقتی که اون چیه رو پرتاب میکنه اون معیار سود داور معیاره این دو امتیاز هم ندادن اون یک امتیاز حالا دادن که اعتراض رو مورد قبول واقع نشد یک امتیاز رو مورد قبول نشد این دو امتیاز این خاک کرد رو باید بدن وقتی زیر گرفت بعد از اون خاک کرد داور هنوز سود نداده بود تا خاک کرد اون ملاک اون نیستش که اون شعر رو به اشتشک پرتاب میکنه ملاک برای کشتگی سود داور هست اما اون دو امتیاز ندادن به کشتگی ما امتیازات میزبانی تا جایی که بتونن سعی میکنن ببینیم چه خواهد کرد ما خوشبین هستیم از دلاور کشور بعد این پهلوان دیدیم از این بزرگی دیدیم که امیدوار هستیم بتونیم 7 امتیاز عقب افتاده خودش رو جبران کنه یک بار دیگه مدل دیدی میکنه میره خاک میکنه و موفق میشه
چپ براز میشه برا یه بار داده مشرا میکنه یه بار داده رو میکنه رو میکنه خطر ساخت میشه بودم که بدون از این خطر در اینجا برا میکنه همین چیزی شوی گرفته که تو گرفته من بگیم که کشتیارا 15 بر 10 بر 5 15 امتیاز رد و بدل شده مثل کشتی مسابقه سبک وزن دو کشتی تلاش میکنن بلند میشه پهلوان ما با غیرت ایرانی و تعصب ایرانی میاد که یه جنگه و پنج تا در آفته خودشو جبران کنه یک بار دیگه ساله دیگه نمیکنه یه دیگه سر را خاک میکنه بابا بابا دو امتیاز دیگه بگیره دو امتیاز بله کشتی بله محبت میشه اینجا خواهد کنه بره برانداز یه برانداز هم داره یکی که به اجرا بذاره بعد کشتی تابلو نو بر دست خود هفت باشه هفت در ده میشه هفت بر ده وقتی سیزن استرات برام میشه بیرن قضا مربیان خودشون آقای پیمان درستگار با آقای احسان امینی صحبت میکنم رو و در طرف دیگه مربیان قضا حسان مشاوری میفرمه که سه امتیاز زد و بدر شده که تا این دسته سه امتیاز کشتی ما عقب هست اما با روحیه که این کشتیگیو داره ما خوشبین هستیم که ایشون بتونه این کشتی رو شکست بده آقای عباس مدیری در کنار آقای پژمان درستکار سرمربی فهیم باهوش و توانمند کشتی خودش رو روانه میدان میکنه یا زودتر از حریف خودش حریف بریده حالا گول میدرده این میخواد نفر جام کنه وقتی یه وقتا باشده با کشتی خودش رو سریعتر روانه کنم و اصلا امیر حسین زاره که با نفس بالای داره و نفسش بسیار سرحال هست و با نفس بیشتر وقت کشی را با حالا یا قرص انجام میده کاملا خسته شده مرزا یا خاک میکنه دو امتیاز دیگه میگیره از حریف خودش یه دو امتیاز دیگه میگیره و حالا کشی 9-10 میشه 9-10 دلاور کشورمون تا این لحظه میره برای بالانداز یه بالانداز نشون میکنه الان 11-10 میشه 11-10 یک بالانداز دیگه شیر و مادر ران پدر حلال دلاور چه بالانداز های اجرا میکنه دلاور یک بار دیگه بالانداز بعدی رو اجرا میکنه 15-10 میشم 15-10 به نام کشتیگیر کشورمون بالانداز بعدی رو بدون که اجرا کنه کشتیگیر کاملا خسته کرده بریده بده من بالانداز بعدی یه بالانداز دیگه 2 امتیاز 17-10 سه امتیاز دیگه بگیره آقا کشتی نایی نداره بلند شد نایی بلند شدن از داری خودشو نداره اینقدر دستاش خوب کار کرده اینقدر تو سر داره عمید زد هره بود گیج و سردرگم کرده حالا خسته و ناتوان با سه امتیاز دیگه بگیره کار تمام خواهد شد میدونه که میتونه دریج کن با برای یک بار دیگه با اشتراف ده امتیاز میتونه کشی تمام بشه یه فوز دیگه میره پشت حریف خودش خواهد دو امتیاز یه بار انداز دیگه بزن دل آورگاه کار تمام کن یه بار انداز دیگه به دنبال برانداز هست خارو به دنبال برانداز سمت چپ براز تلاش کنه اون انداز میشه میتونه با یه فوز پاکش کنه یک بار دیگه برانداز تمام خسته نباشی دلاور خدا قوت پهلوان چه کشتی گرفتیم دلاور مادنی ما دلاوری کرد بزرگی کرد هشت امتیاز عقب بود حالا 21-10 موفق میشه کشتیگیر قزاقستان رو در فینال مسابقه تورلیخانوف در خانه خودش شکست بده داورم ندونست کاری انجام بده تبریک میگه این مدال طلای با ارزش رو به هموطنان عزیزمون به مازندرانی ها به آمولی ها به اونا که قلبشون برای ایران عزیز میتبه واقعا ارزشمند بود این مدال طلا خسته نباشید دلاور.